سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. چقدر خوشحالم که یک بار دیگه در مشارکت‌های هفتگی همراه شما هستم، همراه شما عزیزانی که در افغانستان با هم جمع شدید و همینطور عزیزانی که در ایران با هم جمع شدید تا امروز مشارکت داشته باشید. چقدر عالی در این سری پیغام‌ها داریم میشنویم که همدیگر رو در مشارکت‌های مسیحی بنا بکنیم و چقدر زیبا هفته گذشته شنیدیم که یکدیگر رو محبت کنیم. و من امروز در این ویدیو میخوام با شما صحبت کنم در مورد اینکه یکدیگر رو ببخشیم. بخشش یک معقوله نیست که ما بتونیم اونو بایگانی کنیم و بذاریمش کنار و بهش دست نزنیم و فکر کنیم که بهش نپردازیم و هیچ اتفاقی نمیفته. ما باید بدونیم که اگر به مسئله بخشش رسیدگی نکنیم، این میتونه به خود ما آسیب بزنه. اگر ما در عدم بخشش زندگی کنیم، مثل این میمونه که ما هر روزه یک زهری رو مینوشیم اما توقع داریم که دیگری بمیره، فارغ از این که اون زهر داره روزانه خود من رو میکشه. اگر موافق باشید با هم کوتاه دعا کنیم و ببینیم که امروز کلام خدا در این باره با ما چه صحبتی داره. خداوند، تو رو شکر میکنیم برای حضور تو در بین ما، در جمع ما خداوند. دعا میکنم که امروز خداوند کلام تو برای هر کدوم از ما برکت باشه و خداوند اون چیزی که نیاز ما هست کلام تو امروز با ما صحبت بکنه. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. آمین. در رساله افسسیان باب 4 آیه 32 کلام خدا همونطور که خوندید اینطور می‌فرماید: همدیگر رو با همدیگه مهربان و دلسوز باشید، همونطور که خداوند در مسیح شما را بخشیده شما نیز یکدیگر رو ببخشید. چه کلام زیبایی خداوند به ما میگه. همونطور که من شما رو بخشیدم، شما هم همدیگر رو ببخشید. خیلی اوقات برای ما بخشش سخت میشه و دلیلش اینه که ما شاید مفاهیم اشتباهی از بخشش توی ذهنمون داریم و این باعث میشه که بخشش برای ما سخت بشه. من میخوام که امروز توی چند جمله کوتاه به شما بگم که بخشش چه چیزهایی نیست و بخشش چی هست. اول اینکه بخشش یک معقوله آنی و لحظه‌ای نیست. ما باید بدونیم که بخشش یک پروسه هست و ما برای بخشیدن باید به خودمون زمان بدیم و نیاز به زمان داریم. در اکثر مواقع ما نمیتونیم توی یک چشم به هم زدن ببخشیم. شاید این نیاز به یک زمانی داشته باشه. پس خوبه که بتونیم به خودمون زمان بدیم. دومی موضوع این که بخشش به معنی فراموش کردن نیست. چرا که امکان نداره. این خیلی ساده لوحانه است که ما فکر کنیم که من یه اتفاقی رو فراموش بکنم، چون طبیعتاً خیلی از مسائل توی خاطر ما میمونه ولی به یاد ما میاد. ما باید بدونیم که اگر کسی رو میبخشیم، این به این معنی نیست که ما اون اتفاق رو فراموش کردیم، بلکه به این معنیه که ما اونو میبخشیم حتی اگه به یاد ما هم بیاد اون اتفاق اون اثر منفی رو در زندگی ما نخواهد داشت. موضوع بعدی این که خوبه که بدونیم بخشش ضعف نیست. وقتی که ما یک شخصی رو میبخشیم، این به این معنی نیست که من آدم ضعیفی هستم و هر کس هر کاری که دوست داره میتونه با من انجام بده، با من رفتار بکنه، ولی من بازم میبخشمش. من هیچ قدرت تدافعی از خودم ندارم. نه، بخشیدن از ضعف داشتن نمیاد و خوبه که بدونیم بخشش و یا بخشیدن یک عمل طبیعی و نرمال نیست. ما برای بخشیدن نیاز به فیض و قوت خداوند داریم و همچنین خوبه که بدونیم ما وقتی که میبخشیم، این نیست که ما داریم احساسی با موضوع برخورد میکنیم. بخشیدن یک موضوع احساسی نیست. اتفاقا بخشش یا بخشیدن یک قرض مثل این میمونه که یه چیزی به من تعلق داره، مال منه، حق منه، ولی من از اون حق میگذرم و اون قرض رو میبخشم. و همینطور بخشش یک فیضیه که حتی در نبود توبه هم اتفاق میفته. این مهمه که ما وقتی که میخوایم ببخشیم منتظر توبه و عذرخواهی طرف مقابل نباشیم تا اون بیاد
از ما عذرخواهی کنه، طلب بخشش کنه و ما بعد اونو ببخشیم. نه، بخشش در نبود عذرخواهی و توبه هم اتفاق باید بیفته. و اینکه باید بدونیم بخشش آزاد شدن از تلخی ها و اسارت ها هستش. ما با اینکه ما با بخشیدن دیگران به این میرسیم که اجازه نمیدیم تلخی در درون ما ریشه بزنه و همه وجود ما رو بگیره. در واقع من وقتی که میبخشم خودم رو از تلخ بودن آزاد میکنم و به خودم کمک میکنم که از تلخی بیام بیرون. من اگه بخوام همینطور ادامه بدم، طبق کلام خدا خیلی چیزهای دیگری میتونیم بگیم که بخشش نیست و اینکه چه چیزهایی بخشش هست. اما امروز من میخوام خیلی کوتاه در دو نکته توضیح بدم که ما چطور میتونیم ببخشیم یا اصلا بخشیدن چطور هست، بخشش به چه صورت اتفاق میفته، اگه من میخوام ببخشم باید چی کار بکنم. اولین نکته اینه که من برای اینکه بتونم ببخشم باید با اون رنجش، با اون زخم و با اون دردی که در من هست همون شکلی که هست مواجه بشم. در واقع من اون رنج و درد رو نباید انکار بکنم و این خیلی مهمه که من در مورد دردم با خداوند صادق باشم و صداقت داشته باشم. خیلی اوقات میدونید این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما خیلی اوقات میگیم که نه اوکیه، مشکلی نیست، بخشیدم، مسئله نیست، مهم نیست. از این جمله ها استفاده میکنیم ولی از درون داغون هستیم، از درون داریم عذاب میکشیم. پس خیلی مهمه که اینطوری نباشه. ما با خداوند صادق باشیم، بریم به حضور او. آره خداوند، آره من ناراحتم، آره من زخمیم، آره من دلشکسته هستم، آره من تلخم، اما میدونم که تو با فیضت قادری منو کمک کنی که ببخشم. تو با فیضت قادری منو کمک کنی از این تلخی، از این خشم، از این درد بیام بیرون و تو قادری که منو شفا بدی. و اونجا هست که فیض خدا ما رو کمک میکنه که آزاد بشیم. و اتفاقا میخوام به شما بگم که این راحت هم نیست، این درد داره، این سخته. بخشش اصلا یک معقوله راحت نیست. من خودم یک تجربه‌ای دارم که در واقع شهادت کار خدا در زندگی من هست. یه آسیب خیلی جدی از یکی از نزدیکانم خوردم که خیلی اتفاقا رابطه صمیمی و نزدیکی با هم داشتیم، ولی توی یک حالا شراکت مالی میشه گفت که ایشون به نوعی باعث شد که ما ورشکسته بشیم و این خیلی آسیب جدی به ما زد و یه جورایی همه دارایی رو ما رو برداشت و با خودش برد و این خیلی برای من سنگین بود. من اصلا نمیتونستم ببخشمش. اول اینکه این خیلی برای من زمان برد، شاید نزدیک به یک سال طول کشید. هر وقت که یاد این موضوع میافتادم در حضور خدا بسیار عشق میریختم، چون خیلی بخشیدن این آدم برای من درد داشت و من به خداوند میگفتم خداوند من چطور این آدمی که تمام زندگی منو با رفتارش تحت شعاع قرار داده رو ببخشم، چطوری ازش بگذرم. و واقعا ساعتها در حضور خدا عشق میریختم. این زمان برد، درد کشیدم، ولی وقتی که با خدا صادق بودم، وقتی که اونجا همه درونم رو میریختم بیرون، خداوند یواش یواش در طی پروسه منو تسلی داد و منو آزاد کرد. امروز فراموش نکردم اون اتفاقو، ولی یاداوریش دیگه برای من دردناک نیست و فیض خدا منو کمک کرد که اونو ببخشم. خدا رو شکر برای این اتفاق. دومین موضوعی که در مورد بخشش میخوام با شما در میون بذارم که بسیار مهم هم هست، اینه که بخشش عزیزان یک انتخاب آگاهانه هست. بخشش یک تصمیمه. من تصمیم میگیرم، من انتخاب میکنم که ببخشم. این نیست که همینطوری خود به خود اتفاق بیفته. ما باید انتخاب بکنیم که روزانه ببخشیم. بله همونطور که شنیدید، روزانه، چون ما داریم با افراد روزمره زندگی میکنیم. ممکنه که تو این روزمرگی ها آسیب بخوریم، حتی آسیب بزنیم. امروز میخوایم بیشتر به این بپردازیم که چطور ببخشیم، ولی فراموش نکنیم که یه جاهایی هم ما آسیب میزنیم. ولی این اتفاق روزانه است و ما روزانه با این درگیر هستیم. خیلی خوب میشه که ما هر روز تصمیم بگیریم خداوند این تصمیم منه، این انتخاب منه
که من بتونم ببخشم و بتونم آزاد بشم و بتونم رها بشم. و وقتی که میگیم روزانه، یاد اون قسمت از کلام خدا میفتم در انجیل متی باب 18 هست که پتروس، باب انجیل متی باب 18 آیات 21 به بعد هست که پتروس از عیسی مسیح میپرسه که خداوند عیسی، ما چند بار باید ببخشیم؟ و خداوند به اون میگه که 77 بار، و این یعنی بی نهایت، یعنی همیشه هر روز انتخاب کن که ببخشی و اهل بخشش باشی. و اینو فراموش نکنیم که ما اگر میبخشیم، اگر این انتخاب روزانه ماست، این باعث آزادی خود ما هست، این باعث رهایی خود ما هست و باعث میشه که اون زهر رو روزانه ننوشم و از بین نرم. پس همونطور که شنیدید، گفتیم که خداوند ما رو فرمان داده که همدیگر رو ببخشیم. پس چقدر خوبه که بیایم دردها و رنجهامون رو به خداوند اعتراف کنیم، با خدا صادق باشیم، هر چقدر سخت و دردناک ولی اونو به خداوند بدیم و فیض او رو بطلبیم تا ما رو کمک کنه که ببخشیم. و همینطور بیایم انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که دیگران رو ببخشیم. من میخوام یک مثالی رو از کلام خدا برای شما بیارم. در همین انجیل متی باب 18 مثالی هست تحت عنوان خادم بیرحم، که پادشاهی تصمیم میگیره که با خادمینش تصفیه حساب بکنه و خادمین رو صدا میزنه. یکی از خادمین به او 10,000 قنطار بدهی داره و پادشاه میگه خب اونو با زنش و با داراییش و با فرزندانش بندازید زندان تا این بدهی رو پرداخت بکنه، چون نداره که بده. و این شخص، این خادم، به دست و پای این پادشاه میفته، بهش التماس میکنه اجازه بده من این قرض رو به تو ادا کنم، منو در زندان ننداز. و پادشاه دلش میسوزه و همه قرض اونو میبخشه. 10,000 قنطار شاید امروز معادل چند میلیون دلار هست که این پادشاه میبخشه. ولی همون خادم وقتی از نزد پادشاه بیرون میره، به یکی از همکارانش برمیخوره که فقط 10 قنطار بهش بدهکاره. و کلام خدا میگه اونو میگیره، گلوشو میفشاره و بهش میگه بدهی منو بده. و اون شخص بهش التماس میکنه که من ندارم، به من فرصت بده من این بدهی رو پرداخت کنم. اما این خادم بهش این فرصت رو نمیده و اونو میندازه زندان. و وقتی که این خبر به گوش پادشاه میرسه، خیلی ناراحت میشه و میگه اونو بیارینش. و خیلی جمله جالبی بهش میگه، بهش میگه ای خادم شریر، مگر من محض خواهش تو تمام قرض تو رو نبخشیدم؟ آیا نباید تو هم رحم میکردی همونطور که من به تو رحم کردم؟ این یک تصویری از بخشش عظیم خدا برای ما هست. همونطور که خدا بر ما رحم کرد، چند میلیون دلار بدهی ما رو بخشید. یه وقتایی برای ما سخته فقط چند دلار بدهی یه نفر رو ببخشیم و خدا میگه همونطور که من تو رو بخشیدم، امروز تو هم بیا تصمیم بگیر که دیگری رو ببخشی، که این بخشش باعث آزادی و رهایی تو هست. و در ادامه میگه که ارباب ناراحت شد و اونو به زندان انداخت تا شکنجه بشه و همه قرضش رو بده. و ادامه آیه میگه به همین گونه پدر آسمانی من نیز با شما رفتار میکنه اگر شما برادرتون رو نبخشید. خداوند خیلی جدی میگه اگه تو هم نبخشی، من مثل تو با تو رفتار میکنم. پس خیلی خوب میشه که امروز انتخاب کنیم، تصمیم بگیریم، یک قدم عملی برداریم. توی این هفته، توی این روزها فکر کنیم خداوند کجا در زندگی من هست که عدم بخشش وجود داره؟ کی هست که نمیتونم ببخشم؟ دعا کنید خداوند به یاد شما میاره. برید در حضور خدا و خداوند، از خداوند بخواید که شما رو قوت بده، فیض بده و بتونید اون شخص رو ببخشید تا آزاد شید، تا رها شید. و شما رو تشویق میکنم حتی اگر میتونید به اون شخص زنگ بزنید، اونو محبتش کنید و به نوعی اون بخششی که انجام دادید رو هم به خودتون و هم به اون نشون بدید. خدا همگی شما رو برکت بده. امیدوارم که این کلام باعث بنای شما شده باشه. آمین.